مسافرین محترم، در صورت حضور راننده خانم، قسمت جلوی اتوبوس مخصوص خانم ها و قسمت عقب اتوبوس متعلق به آقایان می باشد. با تشکر. کنین در به عقب سوار شین. آقا متشکرم. اونایی که میشناسن دیگه میدونن، چون بغلارم با وجودی که این نوشتم، ولی خب بازم با این حال اشتباه میکنن میان بالا، چون عادت شده برشون. اما خانوارم موقعی که آوردم جلو یه تحول خاصی ایجاد شده تو خانم، لذت میبره از اینکه بعد از این همه سال جلو میشه. مثلا عجیبه برای ما نهیده بودیم مرد میکنم آقایی نقب بشن خب آقاییون تعدادشون بیشتره آخه باز صبح که آقایی میکنم با وجود کنه تعدادشون بیشتره ولی اینجوری خانومه پیدا نمیشه رفت برای صبح که 25-6 سال قضیه اینجوری بوده الان قضیه برای شده نمیده عجیبه ما دارم قسم وارد چم تعجب کردم مثلا تعجب اشتباه سوار شدم داشتم منم کار میکردم دوش به دوش شوهرم چی شد که نکرد فکر میکنی تو جامعه در واقع تبعیض جنسیتی تا این حد بین مردم ریشه دونده چه اتفاقی باعث میشه که یه زن اجازه پیدا کنه رانندگی اتوبوس بشه؟ این دیگه از اون چیزای نوادر موزیکاره کجا دری به تخت خورده یا همچین چیزی شده این دیگه شکل قضیه رو به نظر من دارم یه مقداری رنگ و لعاب به شروع وگرنه ما اون چیز که زن رو در نفسشون احتیاج دارن که داشته باشن ما اونو نداریم حالا بعدا شما یه شغل بهش بدیم شکل رو عوض نمی کنه همین فکر میکنی همین که خانوما بتونن برن تو استادیوم فوتبال همین که خانوما بتونن راننده اتوبوس بشن مشکلات زنها حل میشه؟ مشکلات زنها صرفه ولی این با همه چیز پایه‌گذار این باشه که مشکلات بعدی رو از سر راه بردارن مثلا یه خانوم بتونه قاضی بشه چرا یه خانوم نباید قاضی بشه؟ چون زن میگن احساساتیه در صورتی که خیلی خانوم ها منطقشون خیلی جاها قوی تر از آقایونه خیلی کمتر میتونن تصمیم بگیرن هیچ وقت دلتون خواسته که یه مرد باشین؟ زیاد درستی زمان بچگی بود توی خانواده فوق‌العاده متعصبی هم بزرگ شده شاید علتش این باشه و به همین دلیل تعصب هم بود که خیلی زود ازدواج کرد دقیقا من از 27-12 سال عاشق شدم 6 ماه ما هر دومون مربی آموزشگاه بودیم توی سال 67 خیلی سخت بود اون روزای اولی که ما تو آموزشگاه کار کردیم خیلی اذیتمون کردن ولی بعد دیگه جا افتاد برای مردم جا افتاد اتوبوس هم دقیقا همین میشه سختی ها رو ما میکشیم برای خانم های دیگه راحت میشه چه طرز رانندگی بفهم آخه نمیدونی چه جوری اومده نصف ماشین نزدیکت ببره چرا چرت و پرت میگه چرت و پرت هیکلت میگه یعنی چی آخه مزخرف هیکلت میگه که شعور نداری چه به تو رسیدم اینا شما شعور من دارم بهت میگم اشتباه میری بگو اشتباه میره غلط میکنی بگی تو غلط میکنی آشغال بی شعور نفر آقا چندین بار ایجاد مزاحمت میکنه برام یه بارم من شکایت کردم به حراست ولی متاسفانه هیچ اهمیتی نداره امروز جلوش من با این اصلا فردا یه خانم دیگه هم بیاد تو این شب بدتر از این بخواده بس مجبوره بیه که مثل من جاده خاکون باشه جوری اینا بایی امروز تحقیل که دیگه شدی با اینا یه چک برای تو گوشش مستفانه فرهنگ فرهنگ غلط نونه یه جا افتاد
فکر میکنن که زن ها نمیتونن هیچ کاری کنن، از اون که هیچ کاری بر نمیاد، اگر هم اومدن توی کاری میتونن همه رقمه از یه خوشی کنن، ولی نمیتونن با من در بیرون، اما من جبشون نیستم. اومدم کمک مامان رانگی دوست دارم ولی نبا عنوان شو. چرا؟ از نظر من کار مزخرفی کنم تو این ترافیک تهران، فکر نمی کنم کار خوبی باشه. اگه قرار باشه به مامانت یه شغل پیشنهاد بدی و شغلش رو تو انتخاب کنی، چی پیشنهاد می‌دی؟ خانه‌داری. چون من نظر من زن خانه‌داری باشه. دوست داری چیکار کنی؟ من به نظرم قاضیه. قول شما اگه حکم اعدام واسه این بدی واسه اون بدی، فوقش حرفه، یه امضاه. استرسش اینجوری بیشتر نیست. گفتم فقط درس بخون. هر کاری باشه می‌کنم. یعنی اگه ناتوانم بشن نتونم کار کنم، شده کلفتی هم بکنم این کار رو میکنم، فقط تو کار کن به یه جایی، درست تو بخون. آقای اینجوری اسلام در خطر، این خانم بشه بود فهمون.